سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب توی ویدئوهای قبلی با همدیگه در مورد جداسازی متغیرها صحبت کردیم و این روش رو یاد گرفتیم با هم دیگه و همچنین در مورد دو تا خاصیت خیلی مهم جوابهایی که با استفاده از جداسازی متغیرها به دست میان صحبت کردیم که اون دو تا خاصیت این بود که اولا این جوابها حالتهای ایستای سیستم رو توصیف میکنن و دوما اینکه این, این, ها، این جواب ها حالت هایی از سیستم که داره انرژی مشخصی هستن رو توصیف میکنن و در مورد این دوتا خاصیت مفصل بحث کردیم با هم دیگه امروز میخوایم بریم سراغ این سوال خیلی مهم که حتما براتون مطرح شده و اون این هستش که چرا چه دلیلی داره که همه جواب‌های معادله شرودینگر ما از جداسازی متغیرها به دست بیان یعنی چه دلیلی داره که ما هر تابع موج سایه بزرگ x و t سای بزرگ که یک جواب معادله شرودینگر هست رو بتونیم به صورت حاصل ضرب یک سای کوچیک x در یک تابع فی بنویسیم که این همون جواب جداسازی شده است پس چه دلیلی داره که اینجا من یک علامت سوال قرمز میذارم بشه هر جوابی رو به این صورت نوشت خب حقیقت این هستش که هیچ دلیلی وجود نداره و در اصل همه جواب ها رو هم نمیشه به صورت جداسازی شده نوشت اما حالا میبینیم که با هم دیگه ما چطور میتونیم از جوابهایی که از جداسازی متغیرها به دست میاریم برسیم به جوابهای کلی معادله شرودینگر یعنی ما میخوایم از جداسازی متغیرها برسیم به جوابهای کلی معادله شرودینگر منظور از جواب های کلی منظورمون همه جواب هستش که لزوما ممکنه به صورت جداسازی شده نشه نوشته خب اون چیزی که به ما کمک میکنه از جداسازی سازی متغیرها یا جواب های حاصل از جداسازی سازی متغیرها به جواب های کلی برسیم یک خاصیت خیلی مهم معادله شرودینگره که اون خطی بودن معادله شرودینگر هستش پس مدل شرودینگر معادله شرودینگر یک معادله دیفرانسیل خطی هستش وقتی میگیم خطی منظورمون چیه منظورمون این هستش که فرض بکنید که ما اومدیم معادله شرودینگر مستقل از زمانمون رو حل کردیم معادله شرودینگر مستقل از زمان را اگر حل بکنیم این معادله میشه نشون داد که بی شمار جواب میتونه داشته باشه بی شمار جواب دارد که خب ما میتونیم این جواب ها رو مثلا به این فرم بنویسیم فرض کنید که یک جواب سایه کوچیک یک x ایک به دست میاریم با یک ثابت جداسازی سازی یک که ای یک میدونیم انرژی این حالتی هستش که با سایه یک توصیف میشه بعد مثل همون مثلا یه جواب دیگهش میتونه سای دو x باشه با یه انرژی ای دو و به همین ترتیب خب اگر اینها جواب ها این بیشمار جواب معادله شرودینگر مستقل از زمان باشن برای هر کدوم از اونا میتونیم یک جواب متناظر برای معادله شرودینگر کلی بنویسیم یعنی سای بزرگ یک مثلا x و t برابر خواهد شد با چی برابر خواهد شد با سای یک x طبق تعریف زب در فی یک t که فی رو جوابش رو قبلا با هم دیگه به دست آوردیم برابر با چی هستش؟ پس این سای یک رو بنویسیم زب در ای به توان منفی آی ای 1 تی بر روی اچ بار هستش درسته؟ عین همون میتونیم برای این جواب دوم معادله شودینگر مستقل از زمان یه جواب متناظر برای معادله کلی کلیمون پیدا بکنیم یعنی سای دو x و تی مساوی میشود با سای کوچیک دو x. در فی دو تی که می شود ای به توان منفی آی ای دو در تی روی اچ بار درسته؟ و به همین ترتیب ما میتونیم بقیه جواب های معادله شرودینگر مستقل از زمان رو هم متناظر بکنیم با یه سه جواب برای معادله شرودینگر کلیم حالا این خاصیت خطی بودن معادله شرودینگر که یک خاصیت خیلی مهم هست میگه که اگر ما یک سری جواب داشته باشیم مثلا سایه که ایکس و تی، سای بزرگ یک ایکس و تی سای بزرگ دو ایکس و تی و به همین ترتیب و این جواب ها مهم نیست از چه راهی به دست اومدن حالا ما اینجا با... یاد گرفتیم که از جدا سازی متغیرها این جواب ها رو به دست بیاریم ولی در حالت کلی اگر یک تعداد جواب برای معادله شرودینگر داشته باشیم یک ترکیب خطی از این جواب ها هم جواب معادله شرودینگر خواهد بود ترکیب خطی منظورمون از ترکیب خطی از این جواب ها چیه یعنی ما میایم یک تابع جدید سایه بزرگ x و t تعریف میکنیم که مثلا این هستش یک ثابت c1 ضرب داره سا x و t به علاوه یه ثابت c2 ضرب در سای بزرگ 2 x و t که سی یک و سی دو اعداد ثابت و مختلطی هستند مثلا عضو مجموعه اعداد مختلط هستند خب پس این بهش میگن این مجموعی که اینجا تشکیل دادیم یه ثابت ضبط در یکی از جواب و به علاوه یه عدد ثابت دیگه ضرب در جواب دوم این بهش میگیم ترکیب خطی این دوتا جواب و این خاصیت خطی بودن معادله شرودینگر میگه که اگر سای بزرگ یک جواب باشه برای معادله شرودینگرمون سای بزرگ, بزرگ دوم هم یه جواب باشه این ترکیب خطیشون هم یعنی این سای ایکس و T که اینجا تعریف کردیم هم یک جواب معادله شرودینگر خواهد بود خب حالا نکته جالب اینجاست که اگر ما میدونیم که معادله شرودینگر مستقل از زمانمون بیشمار جواب داره که این سای کوچیک یک و دو الاخر هستن و بلدیم که هر کدوم از این جوابها رو متناظر بکنیم با یک سای بزرگی که یه جواب معادله شرودینگر کلی هستش پس ما میتونیم یک ترکیب خطی از این بینهایت جواب رو هم بسازیم و اون باز یک جواب معادله شرودینگر کلیمون خواهد بود منظورم چی از اینی که گفتم یعنی در حالت کلی میتونیم یک سایه بزرگ x و t بسازیم که برابر هستش با حاصل جمع این علامت سیگما برای حاصل جمع مثلا اندیس n از یک تا بی نهایت سایه بزرگ n x و t ضرب در یه ثابت CN هم میکنیمش درسته یعنی CN این ضرب در سای بزرگ این ایکس و تی که سای بزرگ این خودش برابر با چی هستش یکی از جواب های معادله شرودینگره که از جدا سازی متغیرها به دست میاد پس داریم حاصل ضرب، حاصل جمع n از یک تا بی نهایت سی این ضرب در سای کوچیک n ایکس در ای به توان منفی آی ای ان که انرژی اون حالت انوم هستش ضرب در تی بر روی اچ بار پس این سی انه یک ثابته اینجا و این سای کوچیک ان یک جواب مدل شرودینگر مستقل از زمانه درسته مستقل از زمانه پس اگر ما این جواب ها رو که میتونن بیشمار باشن این سای کوچیک انا رو داشته باشیم میایم فی انای متناظرشون رو هم میسازیم تو هم ضرب میکنیم میشه یک جواب معادله شرودینگر و بعد از اینا یک ترکیب خطی با این ثابت های ان اگر بسازیم به ازای هر مقداری از این سی انا اون سایه بزرگی که حاصل میشن باز یک جواب معادله شرودینگر هستش حالا نکته بسیار بسیار جالب و مهم اینجا اینه که میشه نشون داد که هر جوابی از معادله شرودینگر حتی جوابی که خودش رو نمیشه به صورت جدا سازی شده نوشت میشه به صورت یک همچین حاصل جمعی نوشتش خب پس نکته بسیار مهم اینه که هر و من روی این هر تاکید دارم خیلی یعنی هر جوابی هر جوابه معادله شرودینگر رو شرودینگر را می توان به این فرم نوشت این فرم منظورمون چیه؟ منظورمون حاصل جمع یه سری ثابت زب در جواب هایی که از جداسازی متغیرها به دست میان پس اینجا ما اهمیت خیلی خیلی بزرگه جداسازی متغیرها رو پیدا کردیم درسته که جواب هایی که تک تک از جداسازی متغیرها به دست میان حالت های ایستای سیستم رو مشخص میکنن و دارای انرژی ثابتی هستند اما اگر این جواب ها رو به دست بیاریم بعد هر جواب دیگه ای از معادله شرودینگر رو میتونیم به صورت ترکیب خطی از این جواب ها بنویسیم اصطلاحا گفته میشه که ما اومدیم یک جواب کلی معادله شرودینگر رو بست دادیم نا کنید این به صورت کسی که جبر خطی خورده می میدونن که این یک جور بست هستش یه سری ثابت زب داره یک سری تابع متناظرش این بست داده شده روی جواب که از جداسازی متغیر ها به دست میان و اصطلاحا توی جبر خطی گفته میشه که این جواب این سایه N X و T ها که ما اینجا داریم این یک پایه کامل رو می سازن پایه کامل رو می سازن برای فضایی که ما داریم توش کار می کنیم و هر تابع دلخواه خواه سایه X و تی رو میشه روی اون پایه بستش داد و نکته جالبی که باید بهش توجه کرد اینه که این جواب کلی این سایه X, های و تی هایی که بعد از بست دادن به دست میان دیگه لزومن حالت های ایستایی نیستن پس اینها لزوما ایستا نیستند ایستا به این معنی که گفتیم مثلا متوسط مکان یا متوسط تکانه ذره که با این تابع موج توصیف میشه دیگه لزوما ثابت نیست اما برای این سایه انا برای این پایه‌ای که اینجا داریم اینها حالت‌های ایستایی هستن ولی یک ترکیب خطی از اونها لزوما دیگه ایستا نیست و میتونه مثلا مکانش تکون بخوره با زمان و یک سرعت مشخصی داشته باشه که غیر صفر هستش یا یک تکانه غیر صفر داشته باشه و الاخر خب حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب شما باید میتونید من بپرسید که قبول ما مادله شردینگر مستقل از زمان رو داریم با یک روشی میایم حلش میکنیم و ضرب میکنیم اون جواب ها رو توی فیتی متناظرشون و این سایه ان ایکس و تی ها رو به دست میاریم اما یک جواب کلی اگر بخوایم به دست بیاریم این ذرایب سی ان رو هم باید بدونیم دیگه باید بدونیم که کدوم پایه رو تو چه ضریبی ضرب بکنیم و با هم دیگه جمع بکنیم این ضرایب رو ما چگونه تعیین کنیم پس سوالی که مهم هستش اینه که ضرایب ضرایب CN چگونه تعیین تعیین می که سوال بسیار به جا و مهمیه و جوابش این هستش که Bosta for das... شرایط اولیه مسئله شرایط اولیه مسئله منظور از شرایط اولیه چیه؟ ما میدونیم که هر معادله دیفرانسیلی که به ما از ما میخوان که حلش بکنیم یک شرط اولیه هم باهاش باید به ما داده بشه و الا جواب یکتایی نمیتونیم برای اون معادله دیفرانسیل پیدا بکنیم حالا اینجا معادله دیفرانسیلی که میخوایم حل بکنیم معادله شرودینگر هستش اطلاعاتی که همراهش به ما میدن یکی تابع پتانسیل رو حتما بدونیم یعنی این وی ایکس رو که فعلا فرض کنیم مستقل از زمانه رو باید بدونیم و علاوه بر اون باید حالت اولیه سیستم یا ذره حالت اولیه ذره که هست چی هست سایه بزرگ حالت اولیه یعنی در زمان صفر پس میشه سایه بزرگ ایکس و صفر و صفر رو باید به ما بدن اگر این حالت اولیه زرمون رو ندونیم نمیتونیم به صورت یک تا مادل رو, رو حل بکنیم پس باید بدونیم ذره از کدوم حالت شروع میکنه و با زمان حالتش تغییر میکنه خب اگر این سایه x و صفر رو بدونیم این ذرایه به cn رو میشه به این صورت تعیین کرد که توی این معادله که اینجا داریم اگر به جای تی بذاریم صفر سمت چپمون خواهد بود سایه بزرگ x و صفر که به ما داده شده توی مسئله برابر هستش با حاصل جمع n از 1 تا بی نهایت cn در سایه کوچیک n x ضرب در این ای به توان منفی آی, ای ان تی روی اچ بار اگر تی رو صف بذاریم میشه ای به توان صف که برابر با یک هستش پس این جمله همه یک هستن دیگه میرن دنبال کارشون پس ما این طرف رو میدونیم حالت اولی همون داده شده این سایه کوچیک انها را هم میدونیم و میخوایم سی ها رو تعیین بکنیم خب که بعدا توی های آینده با هم دیگه میبینیم که همیشه میشه این مسئله رو حل کرد و سی ها رو به صورت یک تا تعیین کرد پس همیشه میتوان سی ها را پیدا کرد که روش پیدا کردنش رو بعدا با هم دیگه خواهیم دید خب پس من بخوام یک جمبندی بکنم امروز یک چیز خیلی مهمی رو با هم دیگه در موردش بحث کردیم و این اون بود که درسته ما یک روش به ظاهر محدودی برای حل معادله شرودینگر یاد گرفتیم که روش جداسازی متغیرها هستش اما اما از جواب هایی که از این روش به دست میان میتونیم از اونها به عنوان یک پایه کامل استفاده بکنیم و هر جواب معادله شرودینگر رو به صورت یک ترکیب خطی از این جواب ها بنویسیم و ذرایه اون بس رو هم با دونستن شرایط اولیه مسئلمون میتونیم به صورت یک تا تعیین بکنیم بنابراین هر موقع که ما یک مسئله مکانیک کوانتومی رو میخوایم حل بکنیم یک معادله شرودینگر رو در حقیقت میخوایم حل بکنیم بخش اصلی کارمون اینه که این معادله شرودینگر مستقل از زمانه رو حل بکنیم اگر مستقل از زمان رو حل کردیم دیگه تقریبا کارمون تمومه چرا؟ چون پایه هامون رو به دست آوردیم پایه ها رو که به دست بیاریم دیگه خیلی راحت میتونیم جوابی که دنبالشیم رو با دونستن شرایط اولیه مسئله به صورت یک بستی روی اون پایه ها پیدا بکنیمش پس مسئله اصلی ما خواهد بود حل معادله شرودینگر مستقل از زمان که توی ویدیوهای بعدی یک سری مثال خیلی جالب از مسائل واقعی مکانیک کوانتومی خواهیم دید و توش معادله شرودینگر مستقل از زمان رو با هم حل خواهیم کرد و بعد از روی اون جوابهای کلی مسئله رو به دست خواهیم آورد خب خیلی ممنون از توجهتون توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ